أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در حديث الشريف از پیغمبر خدا صلى الله عليه وآله وارد است که برای حضرت دو تا خانم را ذکر کردند. یک خانم این دائم الصوم در روزهاست و شبها هم هر شب تا صبح مشغول به عبادت که اون اسمش صیام النهاره، اون اسمش قیام اللیله و اموالش از اموالش هم صدقه میده. اما این خانم بدزبانه، همسایه هاش از بدزبانی او ناراحت هستن، اذیت میکنه همسایه ها را با بدزبانی، سب میکنه، فحش میده، داد میزنه، اذیت همسایه هاش در اذیت از او هستن از بدزبانی این خانم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن این خانم خیر نداره، خیر در او نیست. این نماز و روزه ها و صدقه ها مفید براش نیست، نتیجه براش نداره، این از اهل جهنمه. این آخرش این زبان بد و اذیت همسایه ها کردن با زبانش او را به جهنم میکشه. یه خانم دویم برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیث شریف داره. گفتن برای حضرت که یه خانم دیگه هست، این نه شب تا صبح به عبادت مشغوله، نه همیشه روزه است، فقط نمازی که میخونه نماز واجبه 17 رکعت، شبها 7 رکعت نماز میخونه، 3 رکعت نماز مغرب، 4 رکعت نماز عشا، اگه مسافر نباشه، اگه مسافر باشه 5 رکعت نماز عشا 2 رکعت میخونه، روزها هم اگه مسافر نباشه 10 رکعت نماز میخونه، 2 رکعت نماز صبح، 8 رکعت نماز ظهر و عصر، اگرم مسافر باشه که 6 رکعت نماز میخونه، 2 رکعت نماز صبح، 2 رکعت ظهر، 2 رکعت عصر، فقط عبادتی که از نماز انجام میده نمازهای فریضه و واجبه و عبادتی که از روزه انجام میده ماه رمضان روزه میگیره، بقیه دوره سال هم مفطره، روزه نمیگیره، روزه مستحب انجام نمیده. اما همسایه ها ناراحت از زبونش نیستن، لا تو ازیجاره ها، همسایش در اذیت از او نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن این خانم، خانم دویم، اهل بهشته. چطور میشه اون خانم اول که این همه عبادت داره، دوره سال روزه میگیره، دوره سال شبها روزها روزه میگیره، دوره سال سالها و سالها شبهاش تا صبح مشغول به عبادت قیام اللیل؟ در اسلام یک اصطلاح به این معناست، یعنی شب زندهداری، یعنی شب بیدار بودن و مشغول عبادت بودن، نه اینکه بیدار باشه و مشغول کارهای دیگه باشه، نه، مشغول عبادت تا صبح باشه، اینو میگن قیام اللیل. چطور میشه یه خانم که سالها شبها تا صبح مشغول عبادت، ذکر میگه، قرآن میخونه، نماز میخونه، دعا میکنه و روزها سالها در طول سال روزه است، حالا غیر از اون ایامی که حرامه مثل روز عید فطر و عید اضحا، این روزه است سالها، وقتی یهو بشه اهل جهنم؟ این نماز و روزه هاش کجا میره؟ این نماز و روزه ها به نتیجه عبادات یکی از اجزایی است که انسان را به بهشت میکشه.
چطور این به خاطر بد زبونی میشه جهنمی؟ این اجزاء اعمال خوبی که او را به بهشت میکشه چطور اینو جهنم اینا رو نکشیده بهشت، به بهشت این خانم را؟ و هاکذا صدقه، تو سوال از حضرت سوال شده بود که این صدقه میده این خانم. خب صدقه ای که تو روایت داره غضب خدا رو خاموش میکنه، چطور این غضب خدا بر این خانم خاموش نمیشه تا اینکه جهنمی نشه؟ چطور اینجوره؟ وقت اون خانمی که شب تا صبح مشغول عبادت نیست، فقط نماز واجبش رو میخونه، نماز مغرب و عشا میخونه، روزها مشغول روزه نیست، فقط ماه رمضان که روزه واجبه روزه میگیره، وقت چطور این میشه اهل بهشت؟ به خاطر اینکه زبونش را ضبط کرده، کنترل کرده، همسایش از زبون او در اذیت نیست. این تو دنیا تو بدن خود انسان مثال داره، همه جای دنیا مثالهای متعدد داره، یکیش همینه. اگر یه شخص، یه انسان چشمش سالمه، گوشش سالمه، زبونش سالمه، بینیش سالمه، حواسش سالمه، مغزش سالمه، قلبش سالمه، اجزاء بدنش سالمه، این اجزاء بدن میلیون ها خلایای حیه درش هست، موجودات زنده درش هست، در خون انسان یه انسان عادی میلیاردها موجود زنده درش هست. خب این میلیاردهای موجود زنده چطور میشه که یه میکروب مثل میکروب سرطان، میکروب مرضهای سخت، مرضهای خطیر، یه میکروبی که از سر سوزن کوچکتره، با چشم عادی دیده نمیشه، باید با چشم مسلح ببیننش، این یه دونه میکروب وارد این بدن میشه، چطور میلیاردها موجودات زنده رو تلف میکنه؟ وقتی که این میکروب نباشه، این موجودات زنده چطور به حیاتشون و به زندگیشون ادامه میدن و انسان سالم میره، میاد، میخوره، میخوابه، صحبت میکنه، نشاط داره؟ یه اخلاق بد بعضیاش حکم اون میکروب امراض خطیره رو داره که تمام زنده ها رو میکشه، یه حالت اینجوری داره. بد زبونی در انسان مثل اون میکروب سرطان در بدن یک انسان که وقتی که وارد شد تموم میشه دیگه. اون میلیاردها موجودات زنده که تو خون هستن و تو اعضای بدن انسان هستن همه را از بین میبره. بد زبونی حالت اینجوری داره، بد زبونی میکروبیه که کل موجودات زنده آخرت انسان رو تلف میکنه. هزارها رکعت نماز خونده، هزارها روز روزه گرفته، همش تلف میشه با این بد زبونی. وقتی که این بد زبونی نباشه، این میکروب نیومده تو بدن، تو بدن معنوی انسان. نمازا اثر خودشو میکنه، روزها اثر خودشو میکنه، اینا راه به بهشته. اینم که توی روایت تعبیر شده در سؤال از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، که هم اون خانم اول بد زبونی با همسایه ها میکنه، همسایه ها در اذیتن از بد زبونیش، و خانم دویم این بد زبونی ها نداره نسبت به همسایه، شاید همسایه خصوصیت نداشته باشه. ملاک بد زبونی یه شخصه که بد زبون هست یا بد زبون نیست، چون زبان بد به نسبت به هر کی که موجه بشه اذیت میکنه او را، فحش دادن، بد گفتن، داد زدن، غیبت کردن، تهمت زدن، این آفات زبان که ده ها آفت داره خودش زبان. این خ...
خصوصیت نسبت به همسایه نداشته باشه. شاید سوال که از همسایه شده که این خانم اول بد زبونی با همسایه ها میکنه، همسایه ها را اذیت میکنه، خانم دوم همسایش در امن ازش، بد زبونی نسبت به اونها نداره. شاید به خاطر این باشه که کلمه همسایه گفته شده به جهت اینکه همسایه نزدیکترین شخص به انسانه، یعنی به نزدیک دو تا همسایه اینا سالها با همدیگه زندگی میکنن، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل خانوادگی، تو رفت و اومداشون، تو کم و زیاداشون مبتلا به همدیگه هستن، ممتحن به همدیگه هستن. این به حساب نزدیکترین کسیه که آدم بد زبون بد زبونش به او میرسه. از این جهته، اگر نه شاید خصوصیت نداشته باشه همسایه. به قول آقایون علما، مورد سوال مخصص جواب نیست، ولو جواب وارد بر سوال شده باشه، چون جواب از یک امر شخصی خارجیه، اما به قول آقایون علما مناسبت حکم موضوع اینجوریست که اقتضا میکنه که خصوصیت فهم عدم خصوصیت باشه، که خصوصیت نداشته باشه همسایه. یعنی اگه کسی بدزبون با ارحامشه، بدزبون با شریکشه، بدزبون با استادشه، بدزبون با شاگردشه، بدزبون با دیگرانه، اونم همین باشه، بدزبونی ظاهرا ملاکه و نه خصوصیت بدزبونی با اینکه طرف همسایه باشه، هر کی میخواد طرف باشه. یه استاد با شاگرداش با زبونه، یه شاگرد نسبت به استاداش با زبونه، یه رحیم نسبت به ارحامش با زبونه. قاعدتا یعنی برداشت اینه که این خصوصیت نداره همسایه. بدزبونی یه حالت اینجوری داره، بدزبونی یه حالتی داره، زنده ها رو تلف میکنه، عبادات زنده، اعمال زنده، اینا رو تلف میکنه، از بین میبره. حالا که این مسئله اینقدر حساس و مهمه، انسان با تلقین، تصمیم، عزم دنبال این باشه که از بدزبونی اجتناب کنه. حتی اگر حالت قوه غضب، اون شهوت غضب، اون خاص نفس اماره به سوء که وقتی که انسان غضب میکنه جلو زبونش آزاد میکنه، نه وقتی که غضبم کرد، ناراحتم شد، جلو زبونش آزاد نداره که این زبون اذیت کنه دیگران را، چون این اذیت اعمال زنده دیگرش هم تلف میکنه، از بین میبره. امیدوارم خدای تبارک و تعالی این توفیق را، توفیق کنترل زبان را، خصوصا نسبت به اذیت دیگران، چه همسایه چه غیر همسایه، این توفیق را به همگی مرحمت بفرماد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.